سپلش گاید و زن زاید و مهمان عزیزی به در آید. مصطفی قهرمان فیلم این هفته ما در یه چنین وضعیتی گرفتار اومده. ولی سعادت کوچولو قهرمان فیلم دیگه ما حال و روز خیلی خوشی داره. آپارات این هفته رو ببینید. سلام، خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. حسن سرچو هستم. اگه مرد افغانستانی همسری ایرانی داشته باشه و در ایران زندگی کنه، چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته؟ فیلم داستانی مصطفی که این هفته می‌بینیم تصویری هست از تجربه چنین شرایطی. علیرضا تیموری سازنده فیلم، خودش متولد افغانستانه و در ایران بزرگ شده و در سوئد هم سینما خونده. مصطفی اولین فیلم حرفه‌ای اوست. این فیلم در جشنواره‌های مختلفی به نمایش در اومده و جوایزی رو هم به دست آورده. علیرضا تیموری سازنده این فیلم از راه دور با ما همراه است تا به سوالات در مورد این فیلم پاسخ بده و همینطور عبدالحسین دانش، فیلمساز و صاحب نظر در سینمای افغانستان، اینجا در سینما با ما هست تا به ما کمک کنه در تحلیل بهترین فیلم. خیلی خوش اومدید هر دوی شما به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق فیلم مصطفی رو اول میبینیم، بعد دربارش صحبت میکنیم و سرآخر هم فیلم کوتاه سعادت به تماشای سریال میرود رو خواهیم دید. مصطفی رو ببینید. مصطفی رو دیدیم، ساخته علیرضا تیموری، یه درام خوش ساخت، فشرده و پر از دلهره و استراب درباره یه خانواده مهاجر. تصویری که نشون میده برای بسیاری مهاجرت و تلاش برای پناه گرفتن در سرزمین‌های دیگه یه انتخاب نیست، بلکه یه اجباره. علیرضا تیموری سازنده این فیلم و همچنین عبدالحسین دانش اینجا در استودیو همراه با ما هست. خیلی خوش اومد میگم به هر دوی شما. گفتگو رو با شما شروع میکنیم. آقای تیموری، چه شد که تصمیم گرفتید که این فیلم رو بسازید؟ مصطفی برمیگرده به داشته ها و درک و تجربیات من در طول زندگی در ایران و همچنان سفر من به خارج از ایران، که این شد که یعنی من فکر میکنم که جامعه و اتفاقاتی که رخ میده توی جامعه وصل به هنرمند و فیلمساز و اونا تأثیر میذاره و اون میشه که یعنی یه دغدغه‌ای میشه که بعد فیلمساز سراغش میره. و این علت این بود که من رفتم سراغ یعنی ساخت فیلم مصطفی، چیزی که یعنی با اون رشد کرده بودم کلا توی ایران و همچنین در طول سفرم که داشتم به سوئد و
و این شد که حاصل کارشون مصطفی. آقای دانش مصطفی خب خیلی منسجم و در واقع خوشفکرانه ساخته شده. ساختار فیلم چطوری هست؟ ساختار فیلم ساختار یک دست است، همونطور که خودت گفتی منسجم هست و موضوعی که انتخاب شده برای فیلم و برای فیلم نامه باز هم یک بار دیگر مثلا بحث مهاجر بودن در یک سرزمین دیگر و دشواری هایش نشان میده و مهاجر افغانه که به هر حال در ایران زندگی میکنه و همسر ایرانی داره، خانمش ایرانی هست و دشواری های زندگی از اینا را و موانع قانونی که مثلا در ایران وجود داره در رابطه با ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد غیر ایرانی. من فکر میکنم فیلم موفق بوده در و تصویر کشیدن اقلا بخش از این بحران ها و دشواری ها. فیلم لحظه به لحظه بیننده را با خود همراه میکنه تا آخر. به عبارت دیگه حالا به شکل فیلم ترکیبی هست از یک فلاشبک، اتفاقی در زمان حال میفته و اواسطش تکه تکه هایی در قالب داستان های مجزا با فلاشبک هایی ما تکه های مختلف زندگی مصطفی رو میبینیم که کنار هم چیده شده و دلایل خروج او یا ضرورت خروج او و مهاجرتش به خارج از ایران رو نشون میده. به اصطلاح فیلم شکل خطی رو نداره، روایتش به صورت فلاشبک هست به گذشته. آقای تیموری چرا تصمیم گرفتید این قصه رو به شکل یک فلاشبک برای ما بگید؟ راستش برای فلاشبک خواهی چیز خیلی خطرناکیه من فکر میکنم، یعنی اگه به درستی انتخاب نشه که فلاشبک کجا باید اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیب بزنه به فیلم. که در اون تو فلاشبک اتفاقا یادمه که آقای پیمان شاه محمدی تهیه کننده کار خیلی موافق فلاشبک نبود، اما من فکر میکردم که فلاشبک به این قصه ما کمک بیشتری میکنه برای روایتمون، چون که یکی این که من در قالب کوتاه باید یه حجم زیادی رو، یعنی قصه ای که بیشتر قالب فیلم بلند داره تا قالب فیلم کوتاه، بعد اینو تعریف میکردم و نیاز داشتم یه تیکه های مهمی از این قصه رو بگیرم جدا بکنم و تعریف بکنم، که این یه کمی توی قالب خطی سخت میشد. و یکی دیگه هم این بود که من خیلی دوست دارم که اتفاقات توی فیلم از همون لحظات اول، یعنی اتفاق شروع به رخ دادن بکنه و مخاطب رو جذب بکنه به خودش که بشینه و به ادامه فیلم بپردازه. این بود که من اومدم سراغ فلشبک، یعنی کار از مرز شروع بشه، یه اتفاقی بیفته، یه همهمه‌ای بشه که خب مخاطب به درستی تا 5 دقیقه اول فیلم رو متوجه نشه که اصلا کجا هست و داستان چیه، اما یه اتفاقی داره میفته و بعد به مرور زمان من در، یعنی برگردم به گذشته و فلشبک برم و شخصیت همو آهسته آهسته معرفی بکنم و علت حضور مصطفی شخصیتمون رو تعریف کنم برای مخاطب که چرا اصلا اینجاست. به این دلیل من رفتم سراغ فلشبک. فیلم خیلی تراژیک هست و در این حال کورسویی از رهایی هم تو انتهای فیلم ممکنه وجود داشته باشه. این تراژدی از کجا میاد آقای دانش؟ این تراژدی بخش عمده‌ایش از مهاجرت هست، از درد مهاجرت، از درد جنگ در یک کشور است که انسان‌های از یک سرزمین به سرزمین‌های دیگر پناه می‌برند و او جنگی که در هر کشور اتفاق می‌افته بدون شک کشورهای اطراف از او و یا کشورهای دیگه به نوعی در این وضعیت دخیل هستند. خب و فکر می‌کنم که وضعیتی که نشان داده شده در فیلم تراژدی هست که خب از لحاظ مهاجرت در هر کشور نظر به شرایط و قوانینش فیدبک خاص خود داره. خب در ایران به یک نوع، در پاکستان و یا در اروپا مهاجری که در اروپا زندگی میکنه به یک نوع دیگره، اما فیلم نشان میده که مصطفی به عنوان یک مرد افغانستانی دچار چی بحران هست برای زندگی کردن در ایران و با توجه به اینکه یک همسر ایرانی داره و روش فلاشبک را که استفاده کرده
علیرضا تیموری در واقع روش غیر خطی روایت میکنه. تصویر اول که اینا در یک وانت سرپوشیده هستند، همگی ترسیده فرار میکنه، شاید به سمت ترکیه یا یک جای دیگه از ایران خارج میشن و بعد فلاشبک ها شروع میشه. لحظه به لحظه بحران ها را فیلمساز در واقع بازگو میکنه که به چی دلیل این میخواه ایران ترک بکنه. فیلم البته در این حال تلاش هم داشته برای سیاه نشدن کامل و سیاه و سفید نشون ندادن همه شخصیت ها، اما خیلی تلخ و سیاه میره. آقای تیموری خودت اینطور نمیبینی؟ توی مشخصا توی فیلم مصطفی من هیچ وقت سعی نکردم همه چیز رو سیاه نشون بدم، که اگر همه چیز سیاه بود که خب افغان ها، این همه افغان نمیتونستن توی ایران زندگی بکنن. من خودم، دوستانم، نزدیکترین دوستانم توی ایران ایرانی هستن، اما یه چیزی هم که هست، همه چیزم گل و گلزار نیست. یعنی برای افغان ها خیلی چیزا کار نمیکنه، خیلی چیزا فراز و نشیب داره، خیلی چیزا خوب نیست، که من به عنوان سازنده، کسی که وظیفمه یه چیزی رو درک میکنم باید انتقال بدم به دیگران، اومدم و چیزهایی که در رابطه با افغان ها و ایرانی ها که با هم ازدواج میکنن، به مشکلاتی برمیخورن و یه جایی حتی هویت خانوم هم دیگه نمیتونه کمک بکنه به همسر افغانش یا بچهشون، خواستم اونا رو انتقال بدم به مخاطبینم که خب میتونه هر کسی باشه، میتونه سیاستمدار باشه، میتونه یه آدم عادی باشه و یا هر شخص دیگه. آقای دانش، همونطور که خودتونم اشاره کردید، فیلم چند تا بحران رو پشت سر هم در حقیقت میاره، کنار هم قرار میدیره و تبدیلش میکنه به یک فیلم. بحران هایی که هر کدومشون میتونن موضوع یک فیلم باشن، خودشون مسائل بسیار مهمی هستن. آیا فیلم با این شکلش، شکل کنونی که داره، گرچه فیلم بسیار منسجم و خوش ساختی هست و همه چیزش خوب در اومده، ولی آیا در قالب و چارچوب یک فیلم کوتاه قرار میگیره؟ این فیلم میتونست یک فیلم بلند سینمایی شوه از لحاظ فیلمنامه و از لحاظ ساختار. این بحران هایی که خودت اشاره کردی، اولین بحران مثلا خروج از اینا از ایران است. بحرانی که علتش رو بازگو میکنه پلم شدن کارگاه مصطفی هست. بحران بعدی مثلا اخراج دخترشان از مدرسه هست، به دلیلی که پدرش مدرک نداره و یا میگه که مدرکش یک مأمور گرفته بوده و بهش پس نداده. خب بحران بعدی دیده میشه که تخلیه خانه هست. خانه رو باید تخلیه بکنه این مرد افغان و خانوادیش، چون مدرک نداره و به افغانی که مدرک نداره خانه داده نمیشه. این بحران ها به قول شما هر کدامش میتونه یک فیلم شود و یا میتونه همین بحران ها در چارچوب یک فیلم بلند سینمایی مطرح شود. ولی خب اینجا همه رو فشرده کرده و آورده در یک فیلم کوتاه گذاشته. خود شما چی فکر میکنید آقای تیموری؟ آیا این قصه، این فیلم نامه با این شکل و شمایلش قابلیت تبدیل شدن به فیلم کوتاه رو داشت؟ راستش امکان ساخت فیلم بلند رو در شمال یک نداشتم و همچنان ندارم و تمام تلاشم، و اینو احساس میکردم که قصه کلا قصه ای که یعنی بیشتر مال قالب بلنده، چون یه حجم زیادی از اتفاقاته و یه کمی سخت بود که اونو در قالب کوتاه آدم بیاد و بگنجونه. یه کمی هم خطرناک بود که خب خیلی زیادی بشه یا خیلی کم بشه یه جاهایش. خیلی من نگران این بودم که خیلی هلهلکی یعنی نشه، یعنی سکانسا خیلی تند عبور نکنه. به خاطر همین با آقای شاه محمدی که با آقای نجفی، آقای شاه محمدی تهیه کننده و آقای نجفی فیلم بردار که صحبت میکردیم، به این نتیجه رسیدیم که کمی پلانامون رو طولانی تر بکنیم، یه کمی یعنی بیسته دوربین، بیسته و این ریتمه یک کمی کندتر بشه تا تهنشین بشون اتفاقات. فیلم در این حال تدوین خوبی هم داره و ریتم مناسبی رو به کار گرفته. بازیگراش هم خب خیلی به مورد توجه هست. حتی فیزیک مصطفی هم فیزیک مناسبیه برای این فیلم و این نقشی که داره. چگونه به این ترکیب و این بازیگرها رسیدی آقای تیموری؟ راستش مسئله بازیگرا، مخصوصا بازیگر افغان تو ایران، یه بحث
طولانی دیگه ای رو در بر داره که فکر میکنم اصلا باید شاید یه جای دیگه ای در موردش صحبت بشه که اصلا تو چه اوضاع احوالی هست اصلا بازیگر افغان، چون خیلی زیادن، تعدادشون زیاده، که آموزشگاهایی که اصلا که هستن کلاسای بازیگری دارن توی تهران کار میکنن، از اونجاها مثلا میشه پیدا کرد، و اینکه خب فراخوان یا آدم بده و پیدا بکنه که خیلی اتفاق میفته، که بحث کلا جداییه که بعدش قراره چه اتفاقی برای این بازیگر بیفته. اما مشخصا در تو فیلم مصطفی بازی نقش نگین، دختر مصطفی، دختر خاله منه، من از بچگیش من همیشه میدیدمش و اعتقاد داشتم که استعداد خاصی توی بازیگری داره، و زمانی هم که مصطفی رو می نوشتم مدام به خانم معصومه مرادی فکر می کردم، که بعد فیلمنامه رو دادم یک کم خوند و دیدم که خیلی مناسبه برای این کار، و خانم طالبی هم دفتر آقای شاه محمدی اومدن تشریف آوردن، صحبت کردیم و کار بسیار دوست داشتن، و ولی آره دقیقا همین شد که بعد با خانم طالبی کار رو آغاز کردم، که اتفاقا دو شیف کار میکردن خانم طالبی، شب کار میکردن و بلا فاصله بدون هیچ استراحتی، یعنی تا 4 صبح سر فیلم برداری بودن و بعد 7 صبح سر فیلم برداری ما بودن، یعنی فقط یه فاصله 2 ساعت داشت خانم طالبی که اونم بلا فاصله سر فیلم برداری ما فیلم برداری شروع میشد، که خوبم من فکر میکنم که خیلی هم خوب تونست خانم طالبی اپسش بر بیاد، خسته بود و اون خستگی اتفاقا کمک میکرد. آقای سیف که از دوستان منه، من از ابتدا میدونستم که میخوام با آقای سیف کار بکنم، زمانی که فیلم نامه می نوشتم با آقای سیف فکر کرده بودم، اما به لحاظ فیزیکی من به فیزیکش هیچ وقت فکر نکرده بودم، که یعنی مصطفی جستش کوچیک باشه، توی فیلمنامه نوشته بودم مصطفی جستش لاغر اندامه و غیره، اما به این مشخصا فکر نکرده بودم که مصطفی باید یعنی لاغر باشه یا هر چیز دیگه، یه اتفاقیه که اتفاقی رخ داده که فکر میکنم کمکم میکنم به فیلم، با شما هم نظرم موافقم، اما مشخصا بهش فکر نکرده بودم خود من که باید لاغر باشه. و صحبت کنیم راجع به تصویرها و همطور فیلم برداری فیلم، چیزی که خلاصه به هر حال خیلی تخصص شما هست، این تصویرها و فیلم برداری تا چندی در خدمت داستان بود تو این فیلم؟ تصویر برداری خوب بود، رنگ‌های خاکستری هست، رنگ‌های پس زمینه، به خصوص در او اتاقه که اینا آمدن موقت که از اونجا میخواین اینا را به صورت قاچاق به جای دیگه منتقل بکنن، رنگ ها خاکستری رنگ است، رنگ های خانه، رنگ های محیط که مصطفی در واقع مواجه میشه با اون مرد مسئول در یک اداره دولتی، که در واقع برخورد خشن و پر از به نوع شاید تعصب یا اون مسئولیت دولتی که داره این بیننده در چهرهش میبینه. تصاویر خوب هست، کادربندی های خوب هست که از لحاظ سینمایی نشان میده که فیلمساز با زبان و قواعد سینما آشنا بوده و آشنا هست. بسیار آینده خوبی هم داره، جوون و پر انرژیک و آگاه به کاری که انجام میده. یکی در مورد موسیقی فیلم هست آقای تیموری، موسیقی توی این فیلم گاه و بیگاه شنیده میشه جای مختلف، ولی به خصوص یه جایی هست که به نظر میاد دیگه خیلی در واقع تأثیرگذار و زیاد هست برای اون صحنه، جایی که در حقیقت همه اون بحران‌ها برآمده میشن و زن میگه که خسته شدم و دیگه نمیتونم تحمل کنم، تو اونجا یه موسیقی برای تشدید حس دراماتیک به کار گرفتید. واقعا فکر میکنید که اونقدر لازم بود استفاده از این موسیقی، به خصوص توی صحنه‌های مشابه این که خود حس قصه و بار قصه و بازی‌ها به اون اندازه قدرتمند هست که بتونه منتقل کنه حس رو؟ یادمه که آقای یخشالی سازنده موسیقی نظرش این بود که فیلم خیلی نیاز به موسیقی نداره، یعنی بیشتر تاکید، یعنی نظرش این بود که برای تیتراژ باید استفاده بکنیم، ولی من نظرم این بود که برای تشدید اون اتفاق و اون
تراژدی که در اتفاق میفته ما به موسیقی نیاز داریم تا اون حسه جوندارتر بشه و قویتر بشه. اما شخصا در رابطه با اون صحنه خیلی مطمئن الان نیستم، یعنی الانی که افتاده، که شاید به قول شما شاید اونجا یه کمی زیاد بشه موسیقی، ولی یه جاهای دیگه هم بود که گذاشته بودیم که خیلی زیاد شده بود، حذف کرده بودیم. خیلی مطمئن نیستم همچنان، یعنی 50-50 هم، یعنی بخوام یه صادقانه بگم که بعضی وقتا فکر میکنم نه خیلی خوبه، یعنی نیازه واسه تشدید اون حسه، ولی بعضی وقتا میگم که خب به مقدار کافی اون حسه هست و خیلی شاید نیاز نبود که مشخصا این قسمت باشه. یعنی منم دقیقا به همین قسمت فکر کرده بودم که امکان داره زیاد بشه. آقای تیموری، فیلم انگار همجور که صحبت شد که تراژدی عظیم هست و انگار قصه و داستان و فیلم پاشونو گذاشتن روی گلوی تماشاگرش و نمیخواد پاشو برداره از این شدت بحران و تراژدی که وجود داره. چرا انقدر این تراژدی رو عمیق کردی؟ این ساختار تراژیک از کجا اومده؟ من فکر میکنم نیاز بود برای خلق، یعنی این قصه ای که خب مصطفی چرا اصلا اینجاست، مصطفی چرا، یعنی همه چیزشو داده و الان مرز صفر درجه قرار داره و ما میبینیم که در چه خطری قرار داره. یعنی من به مخاطب خارجی خودم هم فکر میکردم که خب، یعنی مخاطب خارجی من وقتی میبینی، چون من یه سوالی که همیشه باش مواجه بودم که خب چرا مهاجرا اصلا میان و غیره، و به این فکر میکردم که خب بیام و حالا اون حجم عظیم رو نشون بدم، یعنی اگر مصطفی حاضره که ریسک بکنه با زندگیش، خب چرا حاضره ریسک بکنه به زندگیش، یعنی حتما یه این اتفاقاتی باعث میشه که یه فردی مثل مصطفی یا هر فرد دیگه حاضر میشه چنین ریسک بزرگی رو بپذیره که راه قاچاق انتخاب بکنه برای رفتن به یه جای جدید. بسیار ممنونم. بسیار ممنون از شما و همچنین شما آقای تیموری. فرصت بیشتری برای ادامه این گفتگو نداریم. برای اینکه از حال هوای تلخ این فیلم و موضوعش دور بشیم، یه فیلم انرژیک و فانتزی ببینیم. سعادت به تماشای سریال میرود، ساخته خادم حسین بهنام هست و آقای بهنام یکی از کارگردانان جوان سینمای افغانستان و فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه کابل. تا حالا هم چند تا فیلم کوتاه رو در کارنامه هنری خودش داره. این فیلم کوتاه رو ببینیم، بعد برمیگردیم با آقای دانش کوتاه دربارش صحبت میکنیم. ببینیم سعادت رو. سعادت به تماشای سریال میرود، ساخته خادم حسین بهنام، فیلمساز جوان افغان، یک فانتزی کودکانه جذاب و یک قصه سرراست و سریع و روان با طنز درخور و مناسب. آقای دانش، خیلی کوتاه، شما این فیلم رو چطور دیدید؟ نظرتون چیه دربارش؟ فیلم جذاب است، همون فانتزی رو در خود داره. کودک کنجکاو که میخواد یک سریال تلویزیونی رو تماشا بکنه و پدر دوستش برق قطع میکنه، میگه که شما نماز نمیخوانین، نفهمم اکثر شیشتین سریال میبینین اینا. خب این بچه به دنبال از این میشن که برن. طنز خوبی داره، همه چیز در ارتباط با قصه هست، طنز خوبه، فقط از لحاظ تکنیک خب فیلمساز شاید در محدودیت بوده، ضعف‌های داره. موزیک گاهی وقتا یک موزیکای عجیب و غریب میاد، مثلا در فیلم وارد میشه او صحنه ای که با او چرخ با او لاستیک به حساب بچه میره مثلا در جنگل اینا، ما فقط صدای موزیک داریم، افکت خود او صحنه جنگل یا بچه نیست، اما طنز خوب داشت و به هر حال سینمای افغانستان بیشتر نیاز داره از اینجور فیلم ها. بسیار ممنونم، متشکرم. فرصت دیگه ای نیست. از طریق راه های ارتباطی ما که اینجا زیر نویس میشه، شما برام بنویسید که فیلم های این هفته رو چطور دیدین. به اتفاق میهمان برنامه، تا هفته آینده بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.